بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر، در مورد اپیدمیولوژی بالینی و کنترل سیاه سرفه مطالبی را خدمتون تقدیم میکنم. در این سری اسلایدها هم موضوع را به سه بخش مقدمه و معرفی بیماری، اپیدمیولوژی توصیفی و وقوع و پیشگیری و کنترل تقسیم کردم و در بخش مقدمه بیماری به تعریف و اهمیت بهداشتی، عامل اتیولوژیک و تعریف مورد می‌پردازیم. و بنابراین موضوع را شروع می‌کنیم با تعریف سیاه سرفه. سیاه سرفه یکی از بیماری‌های باکتریال شدیداً مصری هستش که تا قبل از اینی که واکسنی برای اون تولید بشه و در سطح وسیعی به مصرف برسه، عده کثیری از انسان‌ها در دوران طفولیت مبتلا می‌شدند و در سنین پایین و به خصوص در سنین شیرخوارگی جانشون را در اثر ابتلای به این بیماری از دست می‌دادند. ولی در حال حاضر که پوشش واکسیناسیون در سطح جهان به بالای 90% رسیده، از میزان بروز و موارد مرگ ناشی از این بیماری کاسته شده. با این وجود، با توجه به اینکه واکسن سیاه سرفه ایمنی مادام العمر ایجاد نمی‌کنه، هنوز هم در دو گروه از کشورهای جهان ممکنه با طغیان‌های این بیماری یا موارد تحقیر اون مواجه بشی. یکی در کشورهایی که پوشش واکسیناسیون بالایی دارن، اونها در دوران کودکی تا سنین نوجوانی و جوانی مشکلی با این بیماری ندارن، چون دوران تأثیر واکسن و مدت اثر واکسن به بیش از 15 سال ممکنه برسه. ولی در سنین جوانی و نوجوانی ممکنه ایمنی ناشی از واکسن در اون کشورها کاهش پیدا بکنه و باز هم عده‌ای دچار بیماری بشن. این یه گروه از کشورها که پوشش واکسیناسیون درش بالاست. گروه دیگه کشورهایی هستن که یا واکسن سیاه سرفه را تزریق نمی کنن و یا اینکه پوشش در حد کافی نیست. اونها هم با این بیماری مشکل دارن و جز به معضلات بهداشتیشون به حساب میاد، منتها در دوران کودکی، یعنی در دوران پیش دبستانی و به خصوص در دوران شیرخوارگی. این صحبت ها مفهومش این نیست که بیماری هنوز در سطح جهان از شیوع خیلی بالایی برخورداره. نه، خوشبختانه همونطور که اشاره کردم، واکسن بسیار مؤثر این بیماری باعث شده که از میزان بروز و شیوع به شدت کاسته بشه. در اهمیت بهداشتی این بیماری همین بس که راه‌های انتقال اون مشخص شده با رعایت موازین بهداشتی، به خصوص بهداشت تماس‌های تنفسی و واکسیناسیون به موقع، از میزان بروز و شیوع اون به شدت کاسته شده. عامل اتیولوژیک یا عامل سببی این بیماری بوردتلا پرتوسیس هست که یکی از کوکوباسیل های گرم منفیه. کوکوباسیل بسیار عجیبیه به خاطر اینکه مجهز به سلاح های مختلفیه بر علیه سلامتی انسان، بر علیه ایمنی، بر علیه بازوهای سیستم ایمنی و بر علیه مکانیزم های دفاعی غیر اختصاصی که به بعضی از اونها اشاره میکنم. در پیکره این باکتری هموآگلوتینین و فیمبریاهای وجود داره که هر کدوم از اینها نقشی در بیماریزایی دارن، نقشی در چسبندگی این عامل به سلولها و بیماریزایی بعدیشون، و همچنین توکسین‌های مختلفی را میتونه تولید بکنه که مهمترین اونها پرتوسیس توکسین هست. توکسین پرتوسیس یا توکسین عامل مسبب سیاه سرفه، این توکسین هم
مثل هماگلوتین و فیمبریا میتونه موجبات چسبندگی این عامل را به سلولهای تنفسی و به خصوص سلولهای مژکدار راه‌های تنفسی که به اونها سیلیاها گفته میشه. این توکسین میتونه به اونها بچسبه، اونها را فلج بکنه و از کار بیاندازه. و همچنین این توکسین و بقیه توکسین های بوردتلا پرتوسیس میتونن باعث ایجاد تب و علائم عمومی و عوارض متعددی بشن. عامل سیاه سرفه کوکوباسیل گرم منفی هست و جزو ارگانیسم های مشکل پسنده. منظور از فستیجیوس یا مشکل پسند که در این استاد میبینید این هستش که در هر محیط کشتی رشد نمیکنه و در آزمایشگاه تحت شرایط خاصی بایستی اون را کشت بدن و مورد بررسی قرار بدن. مسئله دیگه در مورد این عامل همون تجهیزات مؤثریه که در بیماری زاییش میتونن اثرگذار باشن و باعث ایجاد بیماری شدیدی بشن. به بعضی از اون تجهیزات اشاره کردم، بقیه اونها رو در این اسلاید به اونها اشاره میکنم. مثلا توکسین که قبلا اشاره کردیم توکسین های مختلفی تولید میکنه که مهمترین اونها پرتوسیس توکسین هست که با پی تی نشون داده میشه، یا هموآگلوتینین یا همولیزین و یا آدنیلیت سایکلیت توکسین، یا به اختصار بگیم توکسین ضد آدنیلات سیکلاز. اینها همه سلاح‌های این عامل عفونت‌زا هستند. یا درمونکروتیک توکسین، اینم یکی دیگه از توکسین‌ها است. یا تراکیال سایتوتوکسین، سایتوتوکسینی که ضد تراشه یا ضد نای عمل می‌کنه، و بسیاری از توکسین‌ها و عوامل دیگری که در پیکره این عامل یا وجود دارن و یا اینکه جزو ترشحاتش هستن، و همه اینها دست به دست هم میدن و باعث میشن که سیستم ایمنی به طور ابتدا به ساکن قادر به از بین بردن این عامل نباشه، و همه این تجهیزات دست به دست هم میدن و باعث میشن این عوامل به سیلیاها یا همون سلولهای مژکدار راه‌های تنفسی بچسبن و اونها را از کار بیاندازن و مکانیزم واشینگ یا تمیز کردن راه‌های تنفسی را از کار بیاندازن تا خلط و ترشحات در راه‌های تنفسی بمونن و اون عامل عفونت‌زا یعنی بوردتلا پرتوسیس نیز بتونه روی اونها قرار بگیره، تکثیر پیدا کنه و به بیماری‌زایی خودش ادامه بده. سیلیاها یا سلولهای مژکدار در سر تا سر راه‌های تنفسی وجود دارن و همونطور که اطلاع دارید فعالیت اصلی اونها این هستش که در حالت سلامتی بدن دائما به سمت بالا حرکت میکنن، یعنی لرزش‌هایی در اونها هست که این لرزش‌ها برایندش از سمت پایین به بالاست و به همین دلیل مثل جارویی که از یک سمت به سمت دیگه فرشی را یا جایی را تمیز میکنه، اینها عوامل خارجی که در راه‌های تنفسی قرار دارن، مثلا ذرات گرد و غبار یا باکتری ها و همچنین مواد مترشحه مخاطی یا مخوسی که در روی اپیتلیوم داخلی راه‌های تنفسی هست، اینها را شستشو میدن و به سمت بالا هدایت میکنن تا اینها به حلق برسن، و وقتی به حلق رسیدن یا به وسیله مکانیزم سرفه و به صورت خلط، اونایی که عادت دارن خلطشون را از دهانشون خارج میکنن، از بدن خارج میشن، یا اینکه وقتی به حلق رسیدن مکانیزم بلع را تحریک میکنن به راه میندازن و بلعیده میشن و در محیط اسیدی معده از بین میرن. در حال بیماریزاییش بسیار عجیب و پیچیده است، ولی تجهیزات بسیار زیادی داره که علیه سلامتی بدن از اون تجهیزات میتونه استفاده بکنه. توکسین
میتونه روی سلول‌های مژه‌دار قرار بگیره، اونها را فلج بکنه، از کار بندازه و همچنین توکسین میتونه باعث ایجاد سرفه بشه و باعث ایجاد تب و یک سری علائم دیگه. و یا اونجایی که سلول‌های مژه‌دار از کار افتادن و ترشحات غلیظ تنفسی نتونستن از بدن خارج بشن، اولا انسداد نسبی راه‌های تنفسی ایجاد میکنن و ثانیا این ترشحات وارد حبابچه‌های ریوی میشن و چون هوا نمیتونه وارد اون حبابچه‌ها بشه یا از اونها خارج بشه، قسمتی از ریه روی همدیگه میخوابه و اصطلاحاً آتلکتازی ایجاد میکنه. چون میدونید که حبابچه‌های ریوی معمولاً باز هستن، هوا داخل اونها میشه، خارج میشه از اونها، ولی وقتی ترشحاتی وارد اونها بشه و دهانه اونها رو ببنده، این حبابچه‌ها روی همدیگه میخوابن و قسمتی از ریه را ممکنه که از کار بندازن که بهش میگیم آتلکتازی. سرفه ایجاد میشه و گاهی این سرفه ها اونقدر شدیده و کل هوای بازدمی از بدن خارج میشه و مجال دم بعدی را به بیمار نمیده که بیمار دچار کاهش اکسیژن میشه و اصطلاحا دچار سیانوز میشه. همچنین موادی که وارد حبابچه های ریوی شده یا همون باکتری عامل سیاه سرفه و یا اینکه باکتری های دیگری که در اون ترشحات هستن به حبابچه های ریوی که رسیدن میتونن باعث ایجاد پنومونی بشن و مشکلات عدیده ایجاد بکنن که من در اسلایدهای بعدی خدمتون توضیح میدم. سیلیاها یا سلول های مژه‌ای راه های تنفسی یکی از اجزای ایمنی ذاتی بدن هستند که در حالت عادی مواد مترشحه سطوح مخاطی و اجسام خارجی و از جمله باکتری ها را به سمت حلق هدایت میکنند و از طریق تحریک حلق وارد مری و معده بشن و در محیط اسیدی معده خونسا بشن و یا با براه انداختن مکانیزم سرفه از بدن خارج بشن. ولی در صورت ابتلاء به سیاه سرفه، این باکتری ها به مژک ها متصل میشن، توکسین هایی را تولید میکنن که این توکسین ها باعث فلج شدن سلول های مژه‌ای و از کار انداختن اونها و همچنین از بین بردن اونها میشن. تحت چنین شرایطی مواد مترشحه به سمت بالا رانده نمیشن و از این گذشته مواد بسیار غلیظی هم تولید میشن که در راه های تنفسی باقی میمونن و باعث انسداد اونها و سرفه های شدید میشن و حتی ممکنه به ریه ها راه پیدا کنن. امیدوارم این انیمیشنی را که ملاحظه فرمودید، اهمیت پاتوژنز بیماری و از کار افتادن سیلیاها را براتون روشن‌تر کرده باشه. در این اسلاید میپردازیم به مقاومت محیطی عامل اتیولوژی. متاسفانه چندین ساله که من دنبال جواب این سوال میگردم ولی در هیچ یک از رفرنس ها پیدا نکردم که مقاومت محیطی عامل سیاه سرفه آیا در شرایط مختلف کم هست یا زیاده. از جمله با توجه به اینکه این عامل از طریق هوا انتقال پیدا میکنه یا به خصوص از طریق ذرات درشت، آیا به مدت مثلا چند دقیقه یا چند ساعت میتونه در هوا زنده بمونه یا اگه روی سطوح صاف قرار گرفت تا چند ساعت یا چند روز بعد میتونه زنده بمونه، یا از طریق دستان آلوده اگه روی دستها قرار بگیره باز تا چه مدت میتونه به حیات خودش ادامه بده. اینها سوالاتیه که من جوابی را برای اون پیدا نکردم. مسئله دیگه در مورد عامل اتیولوژیک ویژگی های مهم اون هستن، اسلایدی که برای شماها آشناست، به عفونت زایی و آسیب زایی و حدت و خاصیت آنتیژنی و خاصیت ایمنی زایی در این اسلاید میپردازیم. عفونت زایی بوردتلا پرتوسیس بسیار بسیار بالاست، یعنی عفونت زایی را در اینجا
اگر به معنی قابلیت سرایت از انسان به انسان یا اگر به معنی سکندری اتک ریت یا میزان حملات ثانویه به حساب بیاریم و تعریف بکنیم، یکی از مسری ترین باکتری هاست. فراموش نکنیم سرخک مسری ترین ویروسی بود که تا اینجا در موردش صحبت کردیم و عامل سیاه سرخه هم یکی از مسری ترین عوامل باکتریال هست. قابلیت سرایت سیاه سرخه و سرخک هر دو در حد خیلی بالایی قرار داره، پس عفونت زایی بسیار زیاده. آسیب زایی این بیماری هم با توجه به اینکه میزان موارد علامت دار خیلی بیشتر از موارد بدون علامت هست، آسیب زاییش هم بالاست. حدت بیماری هم به طور کلی بالاست، به خصوص در اوائل کودکی زیر 5 سالگی و به ویژه در شیرخواران، چون حدت عبارت بود از میزان موارد شدید و کشنده یک بیماری به موارد بالینی، یا به عبارت صحیح تر نسبت موارد کشنده و شدید به موارد بالینی ضرب در 100. با توجه به اینکه در سنین پایین و به خصوص در شیرخواران به فراوانی میتونه کشنده واقع بشه، از حدت بالایی برخورداره. آیا خاصیت آنتیجنیک داره یا خیر؟ دارای خاصیت آنتیجنیک بسیار قوی هست، ولی آیا در مقابل این خاصیت آنتیجنیک آنتیبادی های ایمنی بخش هم تولید میشن یا نه؟ بله، آنتیبادی هم خوشبختانه تولید میشه و ایمنی بخش هست، منتها متاسفانه طولانی مدت نیست و تا پایان عمر ایمنی ایجاد نمیشه و ممکنه که حدود 17 سال حد اکثر، حدود 15 سال، یا برای اینکه یادمون نره میگیم حدود 7 تا 15 سال ممکنه که باعث ایمنی بشه و بعد از اون ممکنه ایمنی افول بکنه. به هر حال یک دور دیگه این اسلاید را مرور سریع بکنیم. عفونت زایی بسیار بالا، آسیب زایی بسیار بالا، حدت بسیار بالا، خاصیت آنتیجنیک بسیار قوی و خاصیت ایمنیزایی هم بالا، منتها ناپایدار. در این اسلاید قابلیت سرایت و میزان حملات ثانویه بعضی از عوامل عفونتزا را با همدیگه مقایسه کردیم و در اینجا شما ملاحظه میکنید که سرخک و بوردتلا پرتوسیس را هایلایت کردم. آر زیرو را شاید باش آشنایی داشته باشید، چون در رابطه با کووید 19 از آر زیرو زیاد صحبت میشه. آر صفر یا آر زیرو عبارت است از متوسط موارد ثانویه‌ای که در تماس با یک بیماری ایجاد میشود. معنیش اینه که موارد ثانویه‌ای که در تماس با یک نفر که مبتلا به سیاه سرفه هست ممکنه ایجاد بشه بین 12 تا 17 هست. حالا این رو شما مقایسه بکنید با آنفولانزا که از 2 نفرم کمتره، 1.6، یا مقایسه بکنید با عامل کووید 19 که از 3 کمتره، در اینجا بین 12 تا 17، در سرخک بین 12 تا 18 است. یعنی هر نفر مبتلای به سیاه سرفه قادر به این هست که به طور متوسط بین 12 تا 17 نفر دیگر را هم مبتلا بکنه. در خصوص آر زیرو در جای دیگه انشاءالله من به طور مفصل براتون صحبت خواهم کرد. پس قابلیت سرایت خیلی بالایی داره. مسئله دیگه تعریف مورد هست. تعریف مورد را در بعضی از بیماری ها میگیم شامل مورد مشکوک و محتمل و قطعی هست. در اینجا مورد مشکوک نداریم، در سیاه سرفه فقط مورد محتمل داریم و مورد قطعی. بنابراین تعریف مورد یا کیس دیفینیشن را از تعریف مورد بالینی یا کلینیکال کیس دیفینیشن شروع میکنم. میگیم مورد بالینی سیاه سرفه فردی است که به مدت حدود 14 روز یا بیشتر سرفه میکنه و این سرفه دارای حداقل یکی از این خصوصیات سگانه‌ایه که خدمتون یادآور میشم.
یعنی سرفه 14 روزه‌ای که به صورت حمله‌ای و قطاری حادث میشه، یا سرفه بیش از 14 روزه‌ای که در انتهای سرفه ها که میشه انتهای بازدم و به خصوص در ابتدای دم بعدی یک صدای خاصی ایجاد بکنه که اصطلاحاً به اون میگن ووپ. هر جا اگر دیدید که اسم این بیماری رو گذاشتند ووپینگ کاف، به خاطر این صدای خاصی که ایجاد میشه به خصوص در ابتدای دم بعدی این صدا به گوش میرسه، یک صدای تقریبا شبیه این. پس در تعریف مورد بالینی گفتیم یا 14 روز سرفه‌ای که به صورت حمله‌ای تظاهر بکنه، یا 14 روز سرفه‌ای که در انتهای اون صدای ووپ به گوش برسه، و یا اینکه در انتهای چنین سرفه‌هایی حالت تهوع و استفراغ به بیماران دست بده. اگر با چنین موردی مواجه شدیم، این مورد بالینی سیاه سرفه به حساب میاد، که جالبه که همین مورد بالینی در واقع مورد محتمل هم به حساب میاد. بنابراین مورد محتمل همون مورد بالینی هست که هنوز بردتلا پرتوسیس را در ترشحات حلق و بینی چنین موردی نتونستیم پیدا بکنیم، و یا اینکه از نظر اپیدمیولوژیک تماس چنین فردی را با فرد یا افرادی که سیاه‌سرفه اثبات شده داشتند نتونستیم اثبات بکنیم. پس همون مورد بالینی میشه مورد محتمل به شرط اینکه تشخیص قطعی براش نداشته باشیم. این هم تعریف مورد محتمل یا probable case. و اما تعریف مورد قطعی. مورد قطعی سیاه‌سرفه موردی هستش که عامل سیاه‌سرفه یعنی بردتلا پرتوسیس را در کشت ترشحات بینی و حلق بتونیم پیدا کنیم، و یا اینکه پی سی آر مربوط به این عامل را بتونیم در همین ترشحات پیدا کنیم، به اضافه اینکه با یک کیس محتمل مواجه باشیم، که اگر با کیس محتملی مواجه شدیم که دی ان ای مثبتی داره و این دی ان ای مربوط به بردتلا پرتوسیس هست، این دیگه کیس محتمل نیست، این میشه کیس قطعی. توجه داشته باشید که در این اسلاید وقتی از کشت صحبت کردیم، کشت به تنهایی آفتاب آمد دلیل آفتاب هست، یعنی با یک کیس قطعی مواجه هستیم. ولی وقتی با دی ان ای مثبت یعنی همون پی سی آر مثبت که تست مولکولی هست مواجه شدیم، باید علائم کیس محتمل هم وجود داشته باشه، تا اینکه به چنین کیسی دیگه نگیم کیس محتمل، بگیم کیس قطعی. تعریف دیگری که برای کیس قطعی هست اینه که همون کیس محتملیه که ارتباط اپیدمیولوژیکی با مورد یا موارد اثبات شده‌ای داره. مثلا کیس محتملیه که طی حدود 1 تا 3 هفته قبل در تماس با یک مورد سیاه سرفه ای بوده که از نظر آزمایشگاهی به اثبات رسیده. این هم تعریف مورد. بخش اول یعنی مقدمه و معرفی بیماری در همینجا تموم میشه، و بنابراین وارد بخش دوم میشیم که اپیدمیولوژی توصیفی و وقوع بیماریه، و به این زیر عنوانهای نهگانه میپردازیم: دوره نهفتگی، سیر طبیعی، انتشار جغرافیایی، روند زمانی، تأثیر سن و جنس و شغل و موقعیت اجتماعی، تأثیر عوامل مساعد کننده، حساسیت و مقاومت، میزان حمله های ثانویه، نحوه انتقال و دوره قابلیت سرایت. اینها نکاتیه که زیر عنوانهای اپیدمیولوژی توصیفی و وقوع بیماری هستند، و یکی بعد از دیگری را خدمتون توضیح میدم. در مورد دوره کمون باید خدمتون یادآور بشم که دوره کمون این بیماری به طور متوسط حدود 10 روزه، ولی
طبق توصیه کارشناسان سازمان جهانی بهداشت ما بین 1 تا 3 هفته را باید در نظر بگیریم و در مراقبت های اپیدمیولوژیکمون اون حد اکثر دوره کمون یعنی 3 هفته باید مد نظر ما باشه. پس دوره کمون نسبتاً طولانی هست. در مورد دومین زیر عنوان از زیر عنوان‌های 9 گانه یعنی نچرال کورس یا سیر طبیعی باید خدمتون یادآور بشم که این بیماری معمولاً در 3 مرحله تظاهر میکنه. یکی مرحله یا فاز کاتارال. کاتارال یعنی نزله‌ای، یعنی مترشح، یعنی وجود حالت زکام، آبریزش از بینی و حالت زکام و تبی که چندان شدید نیست. ممکنه سرفه‌های خفیفی هم وجود داشته باشه. فاز دوم که پاروکسیسمال استیج نامیده شده، پاروکسیسمال یعنی حمله‌ای، منظور همون سرفه‌های حمله‌ایه. بعد از پشت سر گذاشتن اون فاز مقدماتی که حالت زکام وجود داشت، اون سرفه‌های معروفی که در فارسی به سیاه سرفه معروف هست و در زبان انگلیسی ووپینگ کاف نامیده میشه، این فاز بعد از فاز اول آغاز میشه. در اینجا سرفه‌های قطاری آغاز میشه به صورت حمله‌ای که من در یک ویدئویی که براتون تهیه کردم توصیف اون را به سمع و نظرتون میرسونم. در فاز سوم این بیماری که فاز کانوالسنت یا کانوالسنت استیج، مرحله کانوالسنت نامیده شده، منظور از کانوالسنت ناقه یا نقاهت هست، دوره نقاهت بیماری، یعنی اون علائمی که وجود داشت همچنان وجود داره ولی به تدریج از شدت اونها و از میزان خطرات اونها کاسته میشه. البته بیماری طولانیه و ممکنه که 2-3 ماه به طول بیانجامه. از جمله از زمانی که از شدتش داره کاسته میشه تا زمانی که دیگه علائمی از اون باقی نمیمونه ممکنه 2 ماه طول بکشه. اگر اون 2 مرحله اول و دوم هم حدود 2-3 هفته یا 1 ماه طول بکشه، بنابراین با یک بیماری 2-3 ماهه ممکنه مواجه باشیم، البته در شرایطی که تشخیص داده نشه و تحت درمان قرار نگیره، چون اگه درمان بشه که اینقدر طولانی نخواهد شد. پس در سیر طبیعی این بیماری با یک بیماری 3 مرحله‌ای مواجه میشیم. در مرحله دوم سیاه‌سرفه هرچند علائمی نظیر تب و آبریزش بینی وجود نداره، ولی سرفه‌های قطاری و شدید و حمله‌ای جلب توجه می‌کنه. این سرفه‌ها معمولاً به صدای خاصی به اسم ووپ ختم میشه. و همونطوری که ملاحظه فرمودید در انتهای سرفه ها و در آغاز تنفس بعدی یعنی دم بعدی حادث میشه. به سیانوز لبها و زبان هم توجه بفرمایید. حملات تیپیک سرفه های قطاری در سیاه‌سرفه بزرگسالان هم جلب توجه میکنه و هرچند از شدت کمتری برخورداره ولی باز هم در نوع خودش میتونه شدید باشه. در اینجا هم صدای ووپ را استماع میفرمایید. البته در سیاه‌سرفه بزرگسالان عوارضی مثل خونریزی و عوارض خطیر دیگه به ندرت ممکنه دیده بشه. هنوز داریم سیر طبیعی سیاه‌سرفه رو میگیم. در ادامه صحبت‌های اولیه‌ای که کردیم باید به کمپلیکیشن‌ها یا عوارض این بیماری بپردازیم. یکی از عوارض شناخته شده سیاه‌سرفه پنومونی ثانویه هست.
منظور از پنومونی ثانویه پنومونیه که ناشی از خود عامل سیاسرفه نیست، بلکه ناشی از باکتری هایی که در راه های تنفسی وجود دارند، ولی به دلیل اینکه عامل سیاسرفه باعث فلج سلول های مژکدار شده و بدن قادر به خارج کردن این عوامل از راه های تنفسی نیست، اونها همراه با ترشحات تنفسی به حبابچه های ریوی راه پیدا می کنن، در اونجا رشد و تکثیر پیدا می کنن و باعث ذات‌الریه یا پنومونی می شن. این نوع پنومونی که پنومونی ثانویه نامیده می شه نسبتاً شایعه، مخصوصاً در شیرخواران کمتر از 6 ماهه و میتونه کشنده واقع بشه. به هر حال عارضه شایعی هست. عارضه دیگری که در سیر طبیعی این بیماری ممکنه ایجاد بشه عوارض نورولوژیک یا عصبی هست. علائمی نظیر حالت تشنج، سیجرز، تشنج یا حالت سرع، یا علائمی نظیر آنسفالوپاتی. فرق آنسفالوپاتی و آنسفالیت این هستش که هرچند هر دو سلول های مغزی را درگیر میکنن و باعث التهاب سلول های عصبی مغز میشن، ولی در نوع عفونیش التهاب عفونیه و به اون آنسفالیت گفته میشه، در حالی که در نوع غیر عفونی و التهابی اون به اون آنسفالوپاتی گفته میشه. اینجا مگه دقت بفرمایید باسیل عامل سیاه سرفه مستقیماً باعث التهاب سلولای مغزی نمیشه، بنابراین به طور غیر مستقیم و به وسیله توکسین های خودش باعث التهاب میشه که این میشه یه التهاب غیر عفونی، و به جای اینکه بگیم آنسفالیت میگیم آنسفالوپاتی. پس یکی از عوارض عصبیش سرع بود و یکی دیگه آنسفالوپاتی. سر در یک نفر از هر 100 نفری که مبتلای به این بیماری میشن ممکنه عارض بشه، در حالی که آنسفالوپاتی در 1 نفر از هر 300 نفر، یعنی قدری نادرتر از سر هستش، و هر دو عارضه عصبی که اشاره کردیم خیلی نادرتر از عارضه پنومونی هستن، چون پنومونی در 1 نفر از هر 5 نفر مبتلا حادث میشد. عوارض دیگری که ناشی از توکسین هست بحث هیپوکسی هست. هیپوکسی یعنی کمبود اکسیژن. خود این کمبود اکسیژن میتونه باعث ایجاد آنسفالوپاتی بشه، یا خونریزی مغزی در اثر اون سرفه های شدید. خونریزی مغزی هم میتونه باز باعث ایجاد آنسفالوپاتی بشه. بنابراین تا اینجا ما اشاره کردیم به عارضه ریوی که همون پنومونیه و عارضه عصبی که شامل سر و آنسفالوپاتی بود. سایر عوارض این بیماری که اونها هم چندان نادر نیستن شامل اوتیت یا همون عفونت گوش میانی، بی اشتهایی شدید، کاهش آب بدن یا دیهایدریشن یا دزیدراتاسیون، شکستگی های استخوان‌های قفسه سینه. شما حساب کنید که یک طفل شیرخوار با اون سرفه‌های شدید تحت چه فشاری قرار می‌گیره. اون سرفه‌های شدید در انتهای بازدم که دیگه مجال نفس کشیدن از کودک گرفته میشه، چه بسا اونقدر به قفسه سینه فشار بیارن که باعث شکستگی دنده‌ها بشن. همچنین پنوم و توراکس، یعنی وارد شدن هوا به اطراف ریه ها، چون دنده ها وقتی شکسته بشن ممکنه این شکستگی باز باشه و در واقع محیط خارج بدن را به داخل قفسه سینه ارتباط بدن و هوا در اطراف ریه ها جمع بشه که اصطلاحاً به اون پنوم و توراکس گفته میشه. در اثر سرفه های بسیار شدید ممکنه خونریزی های مختلفی در بدن این بیماران ایجاد بشه، از خونریزی زیر ملتهمه چشم گرفته تا خونریزی مغزی. همچنین در اثر فشار ناشی از این سرفه ها بیماران ممکنه دچار فتق بشن، مثلا فتق نافی، قسمتی از روده ها
به زیر پوست راه پیدا بکنن، یا قسمتی از محتویات داخل شکم، یا فتح کشاله ران. هرنیا به معنی فتق هستش. همچنین شدت سرفه ها ممکنه به قدری زیاد بشه که باعث بیرون زدگی مقعد کودکان بشه، بهش میگن پرولاپس مقعد، که مادرها با دیدن این منظره شدیداً وحشت میکنن، ولی عارضه خطرناکی نیست و قابل جا انداختن هست و قابل ترمیمه. و بالاخره خونریزی های مختلف. ببینید، من این عوارض رو اشاره کردم، سه تا نقطه هم گذاشتم. منظور از این سه نقطه این هستش که عوارض ناشی از سیاه سرفه به این چند تا عارضه‌ای که گفتیم محدود نمیشه، عوارض زیادی میتونه به بار بیاره. باز هم در رابطه با سیر طبیعی و عوارض این بیماری داریم صحبت میکنیم. این نمودار رو شما ملاحظه بفرمایید، قبلا هم اشاره کردم که این بیماری حدتش در تمامی سنین بالاست، ولی به خصوص در سنین پایین تر، مخصوصا زیر 5 سالگی و به ویژه در شیرخوارانی که زیر 1 سالگی هستند، و باز مخصوصا در سنین قبل از 6 ماهگی. اینها موارد بستری در بیمارستانه، مواردی که شما به صورت میله های نسبتاً روشنی ملاحظه میکنید. بیشترین موارد در سنین کمتر از 6 ماهگی بوده، و میله های سیاه رنگ موارد پنومونی هست. باز پنومونی هم ببینید بیشترین مواردش در شیرخواران کمتر از 6 ماه اتفاق افتاده. زمانی که صحبت از سیر طبیعی میکنیم، بعد از توصیف خود بیماری و سیر اون و بیان عوارض اون، معمولا اشاره میکنیم به تشخیصهای افتراقی. آیا تنها بیماری که چنین سرفه هایی ایجاد میکنه و چنین سیری داره سیاه سرفه است یا نه؟ بعضی از بیماری های دیگه هم تا حدود این علائم رو میتونن ایجاد بکنن. جواب دومه، یعنی بعضی از بیماری های دیگه هم ممکنه باعث ایجاد چنین سرفه هایی بشن، البته نه با این شدت و حدتی که در سیاه سرفه عارض میشه و نه با اون سیر طولانی. از جمله یکی از باکتری ها به اسم مایکوپلاسما یا یکی دیگه از باکتری ها به اسم کلامیدیا، اینها هم میتونن باعث ایجاد التهاب نای یا تراکئیت بشن، اینها هم میتونن باعث سرفه های قطاری بشن، ولی عرض کردم نه با اون شدت و حدت. همچنین اگر یک کودک یا بزرگسالی بر حسب اتفاق یک شیء خارجی را آسپیره بکنه، یعنی یه شیء خارجی وارد راه‌های تنفسیش بشه، اونها هم دچار سرفه‌های قطاری شدیدی میشن و قبل از اینکه جانشون از دست بدن سرفه‌ها یادآور سیاه سرفه ممکنه باشه. و یا کسانی که دچار سل راه‌های تنفسی هستن، سل راه‌های تنفسی هم باعث تحریک این راه‌ها میشه و سرفه های شدید و قطاری ممکنه ایجاد کنه. ناگفته نمونه که مصری ترین نوع سل همین سل راه های تنفسیه، نه سل ریوی. سل راه های تنفسی به خاطر همین سرفه های قطاری باعث آلودگی محیط میشه و اطرافیان چنین بیمارانی به احتمال زیاد دچار سل خواهند شد. همچنین با یک بیماری دیگه هم ممکنه تشخیص افتراقی داشته باشه، و اون هم توده های فشارنده راه های تنفسی. فرض کنید یک کسی دچار سرطانی در داخل قفسه سینه‌اش هست که اون توده سرطانی به راه های تنفسی ممکنه فشار بیاره. MS pressing on the airway، یک توده‌ای که بتونه فشار بیاره به راه های تنفسی، و به اختصار توده های فشارنده. بنابراین این بیماری ممکنه با بیماری های مایکوپلاسمایی و کلامیدیایی و آسپیراسیون جسم خارجی و سل راه های تنفسی و توده های فشارنده موجود در قفسه سینه اشتباه بشه،
البته خیالتون راحت بکنم، هیچ کدوم از اینهایی که به عنوان تشخیص افتراقی مطرح هستن به طور کامل همه علائم سیاه‌سرفه را ایجاد نمی‌کنن، بعضی از علائم اون را ایجاد می‌کنن. مسئله دیگه پیشاگهی این بیماری هست. پیشاگهی بیماری به خصوص در کودکان و به ویژه در سنین کمتر از 6 ماهگی پیشاگهی خوبی نیست و ممکنه اینها در اثر ابتلا به پنومونی یا همون شکستگی دنده ها که گفتیم و پنوموتوراکس و عوارض دیگه بیماری جانشون را از دست بدن. منتها در سنین دیگه خوشبختانه مرگ و میر خیلی بالایی ایجاد نمی کنه و پیشاگهی بهتری داره. پس به طور خلاصه پیشاگهی این بیماری بده، به خصوص در سنین پایین و به ویژه در سنین کمتر از 6 ماهگی. البته ناگفته نمونه که همه این صحبت‌ها در رابطه با سیر طبیعی داره میشه، یعنی در کسانی که واکسینه نیستن، در کسانی که مسئولیتی ندارن این اتفاقات ممکنه بیفته. اگه افراد واکسینه باشن که کار به اینجاها نمیکشه. هنوز هم در مورد سیر طبیعی صحبت میکنی. آیا در سیر طبیعی این بیماری پس از بهبودی و جان سالم به در بردن این افراد مسئول میشن یا خیر؟ قبلا اشاره کردم یه مسئولیت حدود 10-15 سال ممکنه ایجاد کنه یا 7-15 سال ایجاد بکنه. در اینجا بر اساس این رفرنس که مربوط به سال 2019 میلادی هست گفته شده که طی گزارشات مختلف مسئولیت بعد از بهبودی حدود 7-20 سال بوده است. متوسطش همون حدود 10-15 سال میشه و مسئولیت بعد از واکسیناسیون از این هم کمتر بوده و کمتر هست، یعنی حدود 4-12 سال. در حال ایمنی بعد از بهبودی حادث میشه، به وجود میاد، ولی پایدار نیست، مادام العمر نیست. در اینجا هم شما به اختصار همون سیر طبیعی را ملاحظه میکنید. مرحله نهفتگی یا دوره کمون که حدود 3 هفته در نظر گرفته شده، دوره کاتارال یا نزله‌ای یا مترشح یا زکامی که باز حدود 2 هفته در نظر گرفته شده، مرحله پاروکزیسمال یا فاز حمله‌ای که از 7 تا 8 حدود مثلا 1.5 ماه 2 ماه در نظر گرفته شده و بالاخره مرحله 3 که کامبالسنت یا همون مرحله نقاهت هست. حالا اینجا 12 هفته رو نوشته ولی تا 2 ماه هم ممکنه ادامه پیدا کنه. بنابراین سیر طبیعی این بیماری ممکنه حدود 2-3 ماه به طول بیانجامه. بازم تکرار میکنم، منظور از سیر طبیعی سیریه که بدون مداخله درمانی طی میشه و این اطلاعات را زمانی جمع‌آوری کردند که بیماری را می‌شناختند ولی آنتی‌بیوتیک مؤثری را برای اون سراغ نداشتند. امروزه کمتر با سیر طبیعی بیماری مواجه می‌شیم، چون با همون اولین شک ممکنه داروی مناسب و مؤثری را شروع بکنیم و نگذاریم کار به اینجا کشیده بشه. نکات دیگری هم البته در این اسلاید هست، از جمله به تشخیص که میرسه میگه در اون مراحل اولیه هم کشت و هم PCR کمک کننده است. در مراحل بعد همون علائم بالینی به تشخیص کمک میکنه و در مراحل نهایی به خصوص در مرحله نقاهت که دیگه اون سرفه های تیپیک وجود نداره و کشت و PCR مثبت نمیشه، تست های آنتیکوری یا آزمون های سرولوژیک به خصوص آنتیبادی IgM به تشخیص بیماری کمک میکنه، هرچند تشخیص دیررسی است. در این خصوص بعدن هم صحبت خواهم کرد. در این اسلاید که اسلاید 29 هست خلاصه سیر طبیعی را با همدیگه مرور میکنیم. میزان موارد بدون علامت کمه در مقایسه با موارد با علامت. بیماری بیشتر به شکل با علامت تظاهر میکنه. میزان موارد حاد یا مزمن، بیماری اکثرا
به شکل حاد تظاهر میکنه و مواردی هم که تظاهری نداره موارد بدون علامتشه، بنابراین مزمن نمیشه. میزان موارد بهبودی خود به خودی، درسته که گفتیم مرگ و میره ناشی از بیماری در سن کمتر از 6 ماهگی خیلی زیاده، ولی اینطور نیست که مثلا به 50% برسه یا کسانی که مبتلا میشن اکثرا جانشون از دست بدن و به خصوص در بزرگسالا که مرگ و میر خیلی کمه. مرگ و میر کمه معنیش اینه که بهبودی خود به خودی به فراوانی رخ میده. میزان موارد بهبودی خود به خودی در حد نسبتاً بالایی هست، به خصوص در بزرگسالان. سیر بعدی بیماری با درمان و بدون درمان. خب اگر به موقع بیماری تشخیص داده بشه و از داروهای آنتیبیوتیک مؤثری مثل ماکرولیدها، منظور از ماکرولیدها اریترومایسین، کلاریترومایسین، آزیترومایسین و امثال این هاست، اگر به موقع تشخیص داده بشه و از این آنتیبیوتیک ها استفاده بکنیم، سیر بیماری مسلماً شبیه اون چی که گفتیم نخواهد بود و به سرعت بیماران بهبود پیدا می کنند. پس سیر بعدی بیماری با درمان و بدون درمان کاملاً متفاوته. میزان مورتالیتی خیلی بالا نیست، ولی در سنین کودکی به خصوص در شیرخارگی و به ویژه در سنین کمتر از 6 ماهگی میتونه نسبتاً بالا باشه. میزان مسئولیت بعد از بهبودی را هم که قبلا خدمتون عرض کردم، تقریبا مسئولیت 100% ایجاد میشه، ولی مسئولیت پایدار و مادام العمر نیست.